سلام روزتون بخیر در ادامه بررسی تلنت های مختلف اکسپنشن درگون فلایت به سراغ هانتر سوریوال اومدیم میخوایم امروز راجع به سوریوال صحبت بکنیم تلنت هایی که خیلی در گذر روزهای مختلفی که از ابتدای معرفی تلنت های هانتر گذشته و بهتر شده ولی هنوز هم جای کار, کار کردن و اینا داره و میتونه هنوز از اینی که هست اوزارو بهتر بکنه یه نکته خوب مثلا آرتیفکت ویپرمون دوباره برگشته و مثلا دو تا بیلد مختلف با اسپیرهد و کوردینیت اسالت داریم که جلوتر بریم راجبشون صحبت میکنیم و توضیح میدیم دقیقا چه جوری میشه استفادهشون کرد رپتور استارک و وایلد فایر که میشناسید چیه رپتور استارک بعدا با مونگوس بایت ریپلیس میشه و آم... کاربردش رو میدونید چیه خب پردیتور کیل کامند دوازده درصد چند داره که خودش رو ریسیت بکنه این 25 درصد بود و کردنش دوازده درصد چون خیلی قدرتمند بود حالا باید ببینیم در گذر زمان چه اتفاقاتی براش خواهد افتاد تیپ آفت اسپیر رو داریم که کیل کامند دمیج رابتور استرایکمون یا مونگوس بایتمون رو دوازده درصد به ازای هر پوند و 25 درصد مجموعا زیاد میکنه سه بار میشه و با توجه به ریست های زیادی که کیل کامند توی مدل های مختلف و تلنت های مختلف داره میتونه تلنت فوق خوبی باشه خب بغلش هارپون داریم و آپگرید هارپون که همین که خیلی خوب جدا گذاشتنشون که نیاز نباشه صرفا هارپون رو توی شرایط مختلف بگیریم و کنارش پردیتور رو داریم که صحبت کردیم راجبش فراسیتی رو داریم که دمیج پتمون رو زیاد میکنه و دمیج پتمون یه بخش زیادی از اون توی هانترس وال به حساب میاد پایینش انرژیک که داریم که توی هانتر بیس پیشی اشاره کردیم توتال فوکسمون رو زیاد میکنه و یه پوینته که خیلی خوبه جاهای مختلف هم وصله میشه اسکیپش کرد بغلش بلاد سیکر رو داریم که کیل کامندمون تارگت رو یه بیلید روش میندازه و به ازای هر تارگتی که بیلید داشته باشین اتک سپید خودتون رو پتتون زیاد میشه میتونه خیلی کمک کنه مثلا شما میتونید همیشه 20 درصد 30 درصد اتک سپید اضافه داشته باشین هم خودتون هم پتتون بغلش اسپکت آف ایگل رو داریم که اسپکت آف ایگل کارش چیه؟ کارش اینه که رنج رپتور استرک یا مونگوس بایتمون رو حالا که ریپلیس میشه زیاد میکنه و از دور میتونید رپتور استرک یا مونگوس بایت بزنید مثلا اگر لازم باشه یک دیباف یا ببرید خارج از محیط باس دراب کنید میتونید تو اون تایم هم دی بدید ترم که هم هارپونه راجبش صحبت کردیم خط بعد bite رو داریم که با رپتور استرایک ریپلیس میشه و هر بار که بزنیمش یک استک مونگوس فیوریو به همون میده و کارش اینه که دمیج مونگوس بایت زیاد میشه ولی هر بار که بزنیم اون دوریشن رفرش نمیشه در گذشته 6 تا استک میشه حالا در گذشته های دور نشد توی همیشه دولن 5 تا و دمیج های مونگوس هی زیاد و زیادتر میشه که هانترهای سوروایوالی که الان بازی میکنن میدونن چجوری ازش قطعا استفاده کنن بغلش کار و بوچری رو داریم که برای ایو ایمون استفاده میشه هر دوش لول های ای ایمونه و پایینش فرنزی استرایک که زمانی که بوچری یا کار بزنیم کولان وایلد فایر و فلنگینگ استرایک به ازای هر تارگت کم میشه فلنگینگ استرایک هم اینجا یه تالنتی که بعدن راجعش صحبت میکنیم بغلش چی رو داریم لونج رو داریم این تالنت حداقل تا حالا 4 بار عوض شده سه بار 4 بار عوض شده اول یه تالنت پوینت بود که به ازای هر پوینتی که استفاده میکردیم به همون یه یارد رنج میداد و سه تا تلنت پوینت بعد بهش میدادیم خیلی تلنت خنده داری بود با توجه به کار خیلی چیز یوزلسی بود قشنگ میشد به عنوان بدترین تلنت بین کسای مختلف انتخابش کرد بعدش کردنش یه پوینت سه یارد و الان کردنش دوباره یه پوینت یه یارد که الان این مدلش هم احمقانه به نظر میشه ممکنه تولتیپش توی ووفد اشتباه باشه و توی بازی درست باشه باید ببینیم زمانی که تست هامون بیاد و این آپدیت های هی انجام بشه و وفت کامل تر بشه انتخاب همون ببینیم چه جوریه خب فعلا با توجه به یه پوینت یارد نمیگیرمش بغلش گوریلا تاکتیک رو داریم که وایلد فایرمون دو تا شارژ خواهد داشت و دمیجش 100 درصد زیاد میشه یه پوینت به همچین چیزی دادن قطعا خیلی قدرتمنده و بغلش مقایسه بکن بکنید ببینید چقدر فرقشونه خب ایمپروو وایلد فایر بمب داریم که دو تا پوینت میدیم دمیج فایرمون زیاد میشه بغلش کل کامند چند داره کیل کامند کلن به من به ازای هر پوینت 6 تا 3 تا فوکس اضافه میده میشه مجموعا 6 تا فوکس اگه بگیریمش همونجوری که میبینید میشه 6 تا فوکس و قطعاً گزینه خوبیه برامون و میتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم حالا فعلا نمیگیرش ببینیم تلنت های دیگه داریم پوینت که بهش بدیم و بگیریمش خب بغل فلانکینگ استرایک رو داریم که یک شارژ روی تارگت میکنه سی تا فوکس بهمون به میده به خودمون و پتمون کاربردی توی سینگل تارگت میتونه خیلی کمک کنه تو ای باید ببینیم چون فلانکینگ استرایک اگه اشتباه نکنم همین الان تالنت و نمیگرفتنش و تالنت بغلش اسپیر فوکس که مونگ اسپایتمون دمیجش به ازای هر پوینت پنج درصد زیاد میشه خیلی چیز کاستیه دو تا پوینت بدیم برای 10 درصد دمیج شاید بهترین گزینه نباشه پایینش هم مونگس بایت هر به تعداد استکی که داره اینجا که می‌بینید مونگس فیوری باید اینو حالا اون نوشتهشو درست کنم مونگس فیوری به تعداد استک هایی که داره چانس ریست شدن کل کامندمون رو زیاد می‌کنه حالا شاید توی سینگل تارگت بگیرنش بستگی به سیمی که به وجود میاد ممکنه نگیرنش خب تالنتامون بغلش چیه اکتیکال تاکتیکال ادوانتیج که دمیج فلنگینگ استرایک و دمیج وایلد فایر زیاد میشه قطعا برای سینگل تارگت فلنگینگ استرایکمون به کارمون میاد برای ای ای هم ممکنه بیایم بگیریمش حالا تالنتامون رو ای ای کنیم میایم میبینیم شارپ ایج داریم که کرید دمیجمونو رو زیاد میکنه توی مارک تا ببینید کرید دمیج داشتیم و بغلش سویپینگ اسپیر رو داریم که دمیج رپتور استرایک یا مونگوس که با هم دیگه ریپلیس میشن و بوچری و کارف که با هم ریپلیس میشن رو به ازای هر پوینت 5 درصد زیاد میکنه قطعا تو ایوی حالا تا شاید تو سینگل نخواهیم بگیریمش باید ببینیم اینجا تالنت پوینت میتونیم بدیم یا نه خب بغل چی رو داریم بغل وایپر ونو رو داریم که رپتور استاک و مونگوس باید که حالا یکیه مونگوس بایت در نظر بگیریم 15 درصد به ازای هر پوینت چانس داره که سرپند استینگ بندازه یه دکمه برامون کمتر کنه قطعا میخوایمش خیلی کمک میتونه بکنه بهمون حداقل توی سینگل تارگت و خط پایین برامون باز شد خب ما ده تا پوینت داریم اینجا به تلنت های مختلف بدیم چی داریم؟ کیلر کمپینیان داریم که دمیج کیل کامند زیاد میکنه گوردینیت از حال داریم که سی دیمونه یه تغییراتی توش داشته خیلی تغییراتش مهم حالا راجبش صحبت میکنیم کویک uh, شات رو داریم که کیل کامند زمانی که ریست میشه 5 درصد چند داره که یک آرکین شات اضافه بزنن حالا چون کیل کامندمون زیاد ریست میشه مثلا بگیم توی یه فایت صد بار مثلا ریست میشه صد تا 5 درصد چانس داریم که آرکین شات بزنیم این پایین یه تلنت رنجر به همون از همون اول دادن که دمیج کیل شات سرپنت استینگ و آرکین شات و استدی شات و اکسپلوزیف شات تمام اینایی که شات داره و رنجه به ازای هر پایین 20 درصد زیاد میشه حالا هانترهای سوریوال چندان با این حال نمیکنن هرچند اون ویو اولیه خیلی ها خوشحال شدن که آقای هانتر سوریوال میتونه هم رنج باشه هم میلی باشه ولی در عمل اونقدر کاربردی نیست پس این تلنت بالا رو هم فعلا ایگنور میکنیم بغلش چی رو داریم وایل فایر داریم که تلنت همین فکر میکنم خط آخر هانتر سوریواله و سه مدل بمب مختلفمون داریم فرمون و والتایل و شارپنل که فرمون اون تیکه که الان با چهار ست اون خیلی کار بردیه و هی کل کامند که میزنیم یه کله ریست میشه و هی ریست میشه هی ریست میشه چه دانای مختلف وایلد فایر که هم میشه اینا دیگه بستگی به چهار ست رو اینا این تیکه وایلد فایر اینفیوژن خیلی برامون کار بردیه خب خط پایینش فیوری آف دی رو داریم که چیکار میکنه ویپن آرتیفکت لژندری هاندرا توی لیجنه. یه دمیج به جلوش میزنه خیلی انیمیشن قشنگی داره حالا اگه لیجن یادتون باشه کریتیکال چانسش زیر تا به تارگت های زیر 20 درصد بیشتره و کیل کامند هر بار که بزنیم کولانش کم میشه و میتونه توی سینگل تارگت حداقل بهمون به خیلی کمک بکنه پایینش دوباره چانس کریتش رو زیادتر میکنه اگر سه تا پوینت رو بگیریم الان مثلا برای مثال فقط بگیریم میبینید میشه 45 درصد حالا کار نمیکنه الان تولتیپش و میشه 45 درصد به اضافه این 30 درصد یعنی 75 درصد کریتش روی تارگت 20 درصد به پایین بیشتره و کریت هایی که میخوره کولدان وایلد فایر و فلانکینگ استرایک رو هم کم میکنه که توی سینگل تارگت خیلی میتونه به همون کمک کنه خب بغلش کوردینیتر بغلش چی داریم رینجر رو داریم توضیح دادیم ددلی دور حالا این بخش رو جدا توضیح میدیم اکسپلوسیو اکسپرت رو داریم که کیل شات کولدان وایلد فایر بمبو کم میکنه به ازای هر پوینت دو ثانیه البته خارج از کوردیت اسالت اونقدر کیل شات نمیزنیم و این دو, ثانیه به ازای هر پوینت شات بهترین گزینه برامون نباشه اسپیر هدو داریم که یه لول کاملا جدیده کارش چیه پتمون و خودمون شارژ میکنیم به سمت تارگت که میتونه یک فاصله کم کنم باشد که حالا که هارپون نداریم و نمیگیریمش و بعد دمیج خودمون و پتمون زیاد میشه 25 درصد دمیج پتمون و رپتور استرایک مونگوس بایتمون هم 35 درصد دمیج اضافه به صورت بلید میزنه و کیل کامند 20 درصد چند داره که ریسیت بشه تو این تایم که قطعا گزینه خوبیه و خب تلنت پایینش چیه کوردینیتد کیل که زمانی که رپتور زمانی که اسپیر هد اکتیو کاست کم میشه و کل کامند که ریست میشه دوریشن اسپیر هد رو زیاد میکنه حالا توضیحی که میخوایم اینجا بدیم اول کوردینیت اسالت رو راجبش صحبت کنیم و بگیم خب یه توضیحی در مورد این کوردینیت اسالت بدیم این کوردینیت اسالت نسبت به شادولند یه تغییرات خیلی بزرگی کرده توی شادولند یه دمیج میداد و پتمون خودمون رو حالا قدرتمندتر میکرد و همین اما توی شادولند یه تغییر بزرگی کرده باعث شده از اون یک سی دی صرف خارج بشه و ما نسبت به اون روتیشنمونو رو کمی تغییر بدیم که خیلی نکته مثبت و مهمیه به جز اون تیکه اولی که مثلا خودمون رو پتمون شارژ میکنیم یا یه دمیج میدیم و قدرتمند میشیم برای 20 ثانیه چیکار میکنه بیسیک اتک های پتمون باعث میشه که وایلد فایر بمبمون اینیشال دمیجش 20 درصد زیاد بشه یا کیل شات هامون یه بیلید روی تارگت بنزه که حداقل توی بیل آلفا بیلید خیلی قدرتمندیه و پایینترش رو اگه نگاه کنید وقتی کوردینیتد اسال فعاله کولان cool وال حالا 60 هزار درصد که اینجا عددش اشتباه احتمالاً 6 ثانیه است کولان وال 6 ثانیه کم میشه و وال فایر 5 تا فوکس اضافه جنریت میکنه و کیل شات رو میشه خارج از اینکه تارگت هر درصد اچ داشته باشه استفاده کرد خب و اینجا معنی این تلنت بیشتر برامون اوکی میشه که توی تایم کنی سال میتونیم کلشات های اضافه بزنیم کلشات ها کلان فایر رو کم میکنه و اینها با هم یک کامبینیشن خیلی قوی و قشنگی رو داره و تلنت پایینیش اینه که زمانی که ما تارگت پتمون رو با مونگوس یا بوچری حالا یا مثلا اون تلنت هایی که اگر نگیریم بهشون رپتور استرایک و کارف اگر اونها رو نگیریم با این چهار تا اسپل زمانی که دمیج بدیم دوریشن کورنیت اسالتمون یک ثانی و نیم زیاد میشه و میشه کورنیت اسالت رو یه چیز حدود چهل ثانیه چهل و پنج ثانیه نگه بداریم اگر درست بازی کنیم و خوب بازی کنیم میتونیم قشنگ نگهش داریم و تلنت رو که اینجوری بگیریم مثلا یه نکته ای که اینجا به وجود میاد ما دو تا سی دی داریم یکی اسپیر هده یکی کوردینیتد اسالت کاربردش چجوری میشه تو این حالت کاربردش اینجوری میشه که ما توی کورنت اسالت روتیشنمون با روتیشن اسپیر هدمون متفاوت میشه کورنت اسالت که میزنیم مثلا روتیشنمون میشه یک دو سه چار مثلا و زمانی که اسپیر هد میزنیم روتیشنمون میشه مثلا دو سه چار یک این روتیشنمون متفاوت میشه برای همین با هم نمیتونیم استفادهشون کنیم و باید سیدی رو منیج کنیم منیج کردن چجوری میشه مثلا ما کوردینیت اسالت میزنیم 40 ثانیه مثلا میگیم توی کوردینیت اسالت میمونیم میزنیم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 و زمانی که این روتیشن تموم میشه این کوردینیت اسالتمون تموم میشه اسپیر هد رو جدا یوز میکنیم روتیشنمون که شده 2 3 4 1 به اون حالت استفادهش میکنیم میزنیم تا زمانی که این دوریشن تموم بشه و این تایم تموم بشه دوباره بیایم سراغ اون روتیشن قبلیمون و این باعث میشه هانتر سوریوال دو تا روتیشن کاملا جدا داشته باشه با توجه به سیدیش و میتونه خیلی جالب بشه حالا بستگی به شرط میتونه خیلی جالب بشه خیلی قشنگ بشه و هانتر سوریوال از این که فقط الان داره با بمبش دمیج میده خارج بشه و خیلی هانتر سوریوال جالب تر از این بشه و یه نکته که وجود داره الان اگه هانتر سوریوال 4 ستش جا ازش بگیریم برگردیم مثلا 9 و 1 که هانتر سوریوال ست نداشت و این خارج از اینا بود کلا دو تا اسپل داشت مونگوس باید که رپتور مونگوس باید کیل مونگوس باید کیل مونگوس کیل کامن. و یه روتیشن خیلی ساده ای داشت و این روتیشن که تغییر پیدا میکنه به خاطر اسپیر هد میتونه هانتر سوریوال رو توی حالت سینگل تارگت و خارج سیدیش یکم جالب تر بکنه و این وسط هم که گفتیم روتیشن متفاوته با این قسمت که میتونه هر دو تا حالت مختلف هانتر رو به بازی بگیریم حالا این تلنت ها من فقط صرفا گرفتم که راجبشون توضیح بدیم این که این تلنت ها درسته یا خیر فعلا چیزی نمیگیم چون نه سیمی اومده نه الفا اون نه حالت نهاییش میبینید عدد ها و این رقم ها اصلا درست پس مثلا گفته 60000 درصد کلان وایلد فایر با مکم میکنه اینا تا درست بشه زمان میبره و باید کم روی تنت های هانتر سوریوال کار بشه اون شیتی که توی ویدیوهای قبلی هانتر هم نشون دادیم هانتر سوریوال بعد از هانتر بیست بدترین تلنت ها رو حداقل از نظر اوریج ناد به پوینت داره 53 تا کاستشه که فکر می‌کنم دومین کاست بعد از هان داره بیام 55 و 53 فکر می‌کنم دومین کاست اگه اشتباه نکنم 55 البته هانردس وارلاک دیسراوند که مدل اولیه‌اش اومده و با 15 و 1 دهم ده بدترین انتخابه یک از بدترین انتخاب‌های بعد از بیام و خیلی کار داره و خیلی از این talent ها باید درستش می‌بینید تعداد talent های 2 پوینت اش و 3 پوینت 11 یک دونه است و خیلی باید هنوز کار بشه روش یک کم تلنتاش باید پوینتاش کمتر بشه تا آنتر سوری وال گزینه بهتری بشه هنوز آلفاییم و خیلی کار داره و هنوز نمیشه تصمیم گرفت که این کلاس بهتر از اونه این بهتر از اونه و خیلی کار داریم که به اون نقطه که انتخاب میکنیم برسیم خب ممنون که وقت گذاشتین ویدیو سوری والمون هم در کنار تلنت های دی... دیدید زمانی که کلاس های مختلف و اون بیلد بهترشون برسن یکم بالانس تر بشن راجع بهشون صحبت میکنیم فکر میکنم توی ویدیوی بعدی راجع به وریور یا مثلا میج باید صحبت کنیم با توجه به بالانسی که میکنن و حالا پریست و پالادین و وارلاک هم در آینده جلوتر و کلاس و گایت هامون راجع به دراگون فلایت و تا زمانی که بتا بیاد بتونیم ویدیوهاشو داشته باشیم به همین سبک ادامه میدیم ممنون که وقت گذاشتید خدا نگهدار